یکی این که همینجور که این راهپیمایی اربعین تجلی جمال خدا بود، این انتخابات امریکا هم تجلی قهر خدا بود برای اینها. چجور پرونده خودشون رو خودشون لو دادن. اینکه هفت تلری تلریاد این رئیس جمهور جدید اینجور ادعا کرد، هفت تریلیارد دلار خرج جنگ در عراق افغانستان کردند اینها، نتیجهش این شد که به حمدالله فضا برای انقلاب ما درست شد. خیلی ها غافلن و از مؤلفه های قدرت نظام جمهوری اسلامی بیخبرن و نمیدانن خدا داره کارسازی میکنه. حرفای اینا ضربه ای به این حرکت عظیم نمیخوره. این حرکت حرکت الهیه، حرکت ولاییه، حرکتی است که به امام زمان متصل خواهد شد. و اعتراف اینها به این که 45% مردم امریکا در فقر زندگی میکنن، اعتراف به این که این پولهای سنگینه که هزینه جنگ کردن، اینها را باید برای ساختن تونل و پل و ساختن خیابان ها خرابی زیاد دارن، متناسب با روز نمیتونن خودشون رو اداره کنن. اعتراف به این که بدهکارترین دولت های دنیا دولت امریکاست. اعتراف به این که امریکا به هم ریخته است، گرفتار تفرقه است. اینا دارن مثل شوروی سابق داره صدای شکستگی استخوان های لیبرال دموکراسی به گوش میرسد. و این نکته که در مسئله برجام امریکا به تعهداتش کامل عمل نکرده، عمل که نکرده تحریم های جدید را داماتور رو دوباره امضا کردن. این خلاف نقض، خلاف برجام است، نقض برجام است. و حضرت آقا فرمودن این کار اگر انجام بشه نظام جمهوری اسلامی قطعا عکس العمل نشون خواهد داد. کمال تأسف شهادت جمعی از زائران امام حسین، یکی از مسائلی که حرکت وهابیت را و شیطان بزرگ را و اسرائیل را تا کنون خونسا کرده، همینه که در این راه برای ما سعادت است. شهادت برای ما سعادت، اونم در مسیر امام حسین. همه میدونستیم که داعش در اونجا حضور داره، ترور داره. مدتی قبل در سامر را جنایت کردن، ولی با اینکه سازمان حج هم اجازه نمیده، مگه مردم وامیستن؟ جانشون رو به کف گرفتن، افتخارشونه که در راه امام حسین علیه السلام بدن. و من به بازماندگان این حادثه هم تسلیت میگم و هم تبریک عرض میکنم. ادامه سرکوب ملت بحرین، ملت بیدفاع، مظلوم و مقاوم که سالیان سال اینا همچنان در عزاداری ها مورد هجوم وحشیانه آل خلیفه هستند. حق رأی دادن ازشون سلب شده، از بزرگانشون حق تبعیت میشه. دنیا هم همیشه یعنی سازمان های به اصطلاح حقوق بشری، سازمان ملل، اینام که همشون مزدورن، همشون راه صاف کنه این گردن کلفت های آدم کش هستن.
مسئله یمن همچنان این ظالم، این ابن زیاد زمان خونها رو میریزه، خانه ها رو ویران میکنه و بدتر از همه اینها مظلومین نیجریه هستن که هم این علامه بزرگوار شیخ ابراهیم زکزاکی به جرم این که اعتقاد به حقانیت آل بیت پیغمبر داره، برای عقیده اینا حق زندگی ندارن. حسینی هاشون رو خراب میکنن، خودشون رو کشتن، صدها کشتن، ارتشون هنوزم نیروهای امنیتی دارن میکشن و بدانن که ان ربک لبالمرصاد ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. در گذشت عالم بزرگوار، فقیه عزیز و خدمتگزار خط مقدمه دوران پربار زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، آیت الله موسوی اردبیلی رو تسلیت عرض میکنم به مقام معظم رهبری، به حوزه های علمیه و به مردم شریفمون و به بیت محترمشون و به شاگردانشون و به مقلدانشون. یکی از علمای انقلابی به تمام معنا انقلابی در نفسنجان، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ عباس پور محمدی بودند که شمع فروزانی بود در دوره خفقان ستم شاهی و ملجع و پناهی بود، استوانه‌ای بود، درگذشت. تسلیت عرض میکنیم. مؤذن‌زاده، سلیم مؤذن‌زاده از بلبلان خوشنوای بستان‌های امام حسین علیه السلام بود، درگذشت، ضایعه‌ای بود. تسلیت عرض میکنم. مرحوم شایان‌پر یه چهره فرهنگی بود، درگذشت ایشون را هم به ملت عزیزمون و اصحاب رسانه تسلیت عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما از زحمات نیروی انتظامی که با 20,000 نیروی آماده حضور فرماندهی نیرو، فرماندهان دیگر در اونجا، کمکشون در ابعاد مختلف و هماهنگیشون با نیروهای امنیتی، با نیروهای مرزی، اشرافشون به اون طرف مرزها، حضور راهبر، کاهش تصادفات و سامان دادن بسیار از امون، اونا رو الحمدلله بازگو کردیم و اگر چیزی از قلم افتاد معذرت